همانطور که ذکر شد، مرحله دوم ضبط صدا در ایران با درخواست ماکسیم پیک از مظفرالدین شاه برای اجازه و کسب فرمان ضبط آوای موسیقیدانان آغاز می شود که اول بار برای جلب نظر شاه 5 صفحه از او و درباریان پر می شود که فقط 3 عدد از آنها باقی است و آن 3 عدد شامل سخنان مظفرالدین شاه، اتابک اعظم و وزیر خارجه وقت ایران است. جناب اشرف، اتابک اعظم از خدمات سابق و لاحق شما کتابه ها 40 سال از خدمت می کنید، از همه خدمات شما راضی هستم، بخصوص از خدمات این 4 ساله که دست دارت خودتان می کنید و انشالله از عوض اینها را همه را به شما مرحمت خواهی فرمود و شما هم ابدا ذره ای در خدمات خودتان انشالله قصور نخواهید کرد و مرحمت ما را به اعلی درجه نسبت به خودتان بدانید. انشالله رحمان بعدی تا 7 سال که خدمت بکنید امیدوار هستم که همیشه خوب باشه و این خدماتی که به من میکنید و به مملکت ایران میکنید البته خداوند او را بی عوض نخواهد گذاشت. انشالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود من باشم به شما خواهم داد. از خدمات همه بزرگ هم راضی هستیم و شما هم خدمات همه را حقیقتا خوب عرض میکنید و همه را به موقع عرض میکنید. این غلام و خانزاد به سفرانه مراهم همایونی که در مدت 40 سال شامل حالی در ریدی مقدار شده است، اگر به 100 سال عمر داشته باشم و خدمت گذاری بکنم باز از احده این سفر مراهم شاهانه در نیامده. از خداوند این غلام و خانزاد به سایر وزرای ازام توفیق خدمت گذاری به ولی نعمت کل خودمان می خواهیم که انشاءالله در سایه مبارک همایونی اسباب ترقی دولت و اهالی مملکت ایران به وجه احسن فراهم آید و خداوند ذات اقدس همایونی رو به سلامت بدارد که نسخه ای از دقایق را در مرحمت نسبت به خانزادان فروگذار نفرمودند. همینطور که علاحضرت اقدس همایون فرمودند و جناب اشرف اتابک اعظم بعد سانیدن امیدوار